یک زمین لرزه قدرتمند ژاپن را لرزاند. صدای انفجار در نیروگاه اتمی شنیده شده و آنجا دود دیده شده. تصاویر سیل و خرابی که از ژاپن می آید تکان دهنده اند. من در این شهر به دنیا اومدم و بزرگ شدم. وقتی به آینده بچه هم فکر میکنم، میدونم که هنوز نمیشه به اونجا برگشت. 10 سال گذشته ولی انگار زمان متوقف شده. زمان در ساعت 2:46 بعد از ظهر راکت مانده. لحظه زمین لرزه ژاپن که یکی از بدترین فجایع اتمی تاریخ را رقم زد. روز 11 مارس 2011 زمین لرزه‌ای به بزرگی 9 درجه منجر به سونامی شد که جان بیش از 15,000 نفر را گرفت و همچنین ذوب شدن نیروگاه اتمی دایچی را به دنبال داشت. این زلزله قوی ترین زلزله‌ای بود که در هزاره اخیر ژاپن را لرزانده. همه شهرک‌ها از روی نقشه محو شدند. بیش از 100,000 نفر از آنجا تخلیه شدند. بسیاری بی‌خانمان شدند و عزیزانشان را از دست دادند. آژانس بازسازی ژاپن میگوید بیش از 2200 نفر بر اثر ضربه روحی پس از زلزله جانشان را از دست داده اند. 10 نفر از نزدیکای من ناپدید شدند. از سال 2011 تماسم باهاشون قطع شده. من خیلی نگرانشونم. تشعشعات اتمی در شیر و سبزیجات پیدا شده و این ضربه سنگین به کشاورزان و ماهیگیرها زده. تبعات مالی آن بر اقتصاد ژاپن 3 برابر خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی بوده. حالا تأسیسات اتمی فوکوشیما از رده خارج شده ولی حجم ضایعات ایجاد شده و نبود مکانی برای انبار کردن آنها به یک معضل تبدیل شده. دولت ژاپن برآورد کرده که خسارات این حادثه میتواند به بیش از 193 میلیارد دلار برسد و پاک کردن منطقه از ضایعات میتواند تا سال 2051 به طول بیانجامد. زندگی آروم آروم به شهرک ها برمیگرده و بعضی از ساکنان به خونه هاشون برگشتن. اونایی که نمیتونن به خونه هاشون برگردن در واحد های زندگی میکنن که دولت های محلی و مرکزی ساختن. دولت برای بازگرداندن مردم در حال اجرای طرح توسعه اقتصادی در منطقه است ولی آنها به بازگشت تمایل ندارند. بسیاری فوکوشیما را به فراموشی سپرده اند. میخوام زندگی آرومی داشته باشم. یه جورایی زنده موندم و حالا میخوام در صلح زندگی کنم. زلزله‌ای که فاجعه فوکوشیما را به بار آورد قابل پیشبینی نبود. ولی بسیاری میگویند که حادثه نیروگاه اتمی میتوانست اتفاق نیفتد. با اینکه پاک کردن شهر از ذرات آلوده سالها به طول می انجامد، فوکوشیما و ساکنانش کم کم در حال بازگشت به روزهای قبل از زلزله اند.